این تلویزیون هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه نمی‌پذیرد. با سلام به تماشاگران عزیز برنامه تصویر زندگی، امیدوارم که هفته خیلی خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. امروز برنامه ویژه‌ای رو براتون در نظر داریم که امیدوارم بتونیم با همکاری کارگردان فنی برنامه آقای آریا اونو به بهترین نحو براتون اجرا کنیم. دوستان عزیز، در دو روز گذشته، یعنی روز اول آگست، برابر بود با 20 سال درگذشت پرویز خطیبی، پدرم پرویز خطیبی، و خب دستاندرکاران تلویزیون از من خواستن که برنامه مخصوصی برای ایشون درست کنم که من کوشش کردم تا اونجا که امکان داره، چون واقعا 55 سال فعالیت هنری رو در یک ساعت خلاصه کردن بسیار کار مشکلیه، ولی در واقع یک نگاه اجمالی میشه گفت هست به فعالیت‌های حرفه‌ای پرویز خطیبی در طول 55 سال خدمت هنری به فرهنگ و هنر ایران. او در اول آگست 1993 به دلیل ایست قلبی در شهر لس آنجلس در بیمارستان سیدار سینای این شهر درگذشت. پرویز خطیبی طنزپرداز، نمایشنامه‌نویس، برنامه‌ساز رادیویی، ترانه‌سرا و روزنامه‌نگاری که کار طنزنویسی را از 13 سالگی با سرودن دو بیتی‌هایی که در نشریه فکاهی اون زمان به اسم امید به چاپ می رسید آغاز کرد، و در 17 سالگی هم به مدت یک سال سردبیر نشریه فکاهی توفیق بود. آغاز فعالیت های مطبوعاتی پرویز خطیبی هم همزمان با دوران کوتاه آزادی مطبوعات دهه 1320 بود، و دورانی که نویسندگان و روشنفکران ایران تلاش داشتند که مردم تا اون موقع در واقع بی اطلاع از این مسائل رو با مواردی مثل مسائل سیاسی و اجتماعی بیشتر آشنا کنند و از اون دوران آزادی مطبوعات بهره بگیرن در این راه. پرویز خطیبی در آن زمان با نشریات بهرام، علی بابا و بعدها حاجی بابا همکاری کرد بعد از توفیق، و حاجی بابا یکی از پرتیراژترین نشریات طنز سیاسی آن زمان بود که الانم به عنوان یکی از 4 روزنامه مطرح اون دوران به خصوص، یعنی از دهه 20 تا دهه 30 هجری، معروفه و همه میشناسنش به خاطر اون، و در تاریخ روزنامه نگاری اسمش به این شکل اومده. این روزنامه به خاطر انتقاد از سیاست‌های دولت وقت بارها توقیف شد و سرانجام هم بعد از وقایع 28 مرداد 1332 که برخی اون رو کودتا و برخی هم چیز دیگه بهش میگن زندانی شد، و پرویز خطیبی بعد از اون از کار کردن در اماکن دولتی به مدت 8 سال محروم شد. جمشید وحیدی کاریکاتوریست و طنزنویس و همکار پرویز خطیبی که در اون موقع جوان 17-18 ساله‌ای بود به مدرسه دندانسازی دندانپزشکی میرفت و در
اوقات بیکاریش میومد و کاریکاتور میکشید برای حاجی بابا درباره طنز پرویز خطیبی در مقدمه کتاب خاطراتی از هنرمندان که در سال 94 در همین شهر لس آنجلس به چاپ رسید. آقای وحیدی مینویسه طنز خطیبی با دهخدا تفاوت‌هایی داشت. دهخدا به اقتضا و شرایط زمان به قول معروف با پنبه سر می‌برید، ولی خطیبی در نهایت ذوق و شایستگی و به وضوح و بدون ترس و واهمه و به همین جهت جز روزنامه‌نگارانی بود که مدام مورد بیمهری دستگاه دولتی قرار می‌گرفت، سانسور شهربانی و فرمانداری حکومت نظامی. یعنی در حقیقت سانسور شهربانی محرم علی خان معروف و فرمانداری حکومت نظامی دائم پرویز خطیبی رو میگرفتن و میبردن به پاسگاه و ازش بازخواست میکردن. جمشید وحیدی در ادامه این مطلب مینویسه در آن زمان خطیبی رفت تا رسید به این حرکت ملی بزرگ و پیدایش دوباره دکتر محمد مصدق در صحنه سیاست ایران که حاجی بابا در صف اول و دوشادوش دیگر روزنامه‌های سیاسی چون باختر امروز حسین فاطمی از مطرح‌ترین و پرفروش‌ترین نشریات روز آن دوران بود. پرویز خطیبی به مدت 55 سال در عرصه‌های روزنامه‌نگاری، تئاتر، موسیقی، سینما، رادیو و تلویزیون ایران فعالیت کرد. او از پایه‌گذاران پیش‌پرده‌های طنز سیاسی در اوج شکوفایی تئاترهای لاله‌زار بود و همزمان با تأسیس رادیو ایران در سال 1319 مسئول اجرای نمایشنامه‌ها و تئاترهای فکاهی رادیوی نوپای تهران بود و همچنین ترانه‌های فکاهی که افرادی مثل جمشید شیبانی و حمید قنبری اون رو اجرا می‌کردند و نخستین فیلم کمدی تاریخ سینمای ایران واریته بهاری رو هم پرویز خطیبی نوشت و کارگردانی کرد و این شروع فیلم‌های کمدی در ایران بود. یه قطعه کوتاه از یکی از ترانه‌های فکاهی، چون از اون دوران هیچ چیزی باقی نمونده، اگرم باشه ما دسترسی بهش نداریم متاسفانه، چیزی هم روی یوتیوب یا اینترنت نیست، ولی من این قطعه کوتاه از یکی از ترانه‌های فکاهی پرویز خطیبی که از همون زمان هست، فکاهی اجتماعیه و آقای مرتضی احمدی اونو بازخونی کردن در دوران بعد، یعنی در دهه 40 شاید اینو بازخونی کردن. به یک دقیقه از این ترانه گوش میدیم. محلقا دستش یک دونه دیزیست، توی اون دیزی کفت تبریزیست، لب جوب صفرد و میندازن میشینن پهلوش، مهری و آزر و منیش زورو رو با مش له میکنن و له میکنن پیاز قومی را، تا تلیس میزنن لیس میزنن ظرف نهمی را، ز بس که کوفت سفته خره آقا رو گرفته، همون که توی خونه داره سه چار تا زوجه. بله، خیلی جالبه که مثل که نزدیک به 40 یا 50 تا از این ترانه ها توسط آقای احمدی در دهه 40 در خود استودیوی رادیو ایران ضبط شد با ارکستر رادیو و بعضی از اینها نوار شده که آقای احمدی در طول سالها منتشر کردن. ایشاله که ایشون همیشه سلامت و خوشحال باشن. و اما در کتاب طنزسرایان ایران از مشروطه تا انقلاب چاپ دیانت 1370، از قول پرویز خطیبی آمده که از سال 1322 تا 1325 در رادیو تهران مفت و مجانی کار می‌کردم. کار من نوشتن و اجرای نمایشنامه‌ها و ترانه‌های کمدی، از جمله نمایشنامه رادیویی قوام السلطنه و اکبرخان و ملی شدن صنعت نفت بود. از سال 1325 به عنوان کارمند روزمزد استخدام شدم. پس از حوادث آذربایجان در آذر ماه 1325 ترانه های سیاسی فکاهی غلام یحیی و پیشوری من از رادیو تهران پخش شد. پرویز خطیبی از سال 1320 که تئاتر مدرن در ایران رونق پیدا کرد با نوشین نمایشنامه نویس، کارگردان معروف و نمایشنامه نویس
همکاری داشت و پیشپرده های فوکای پرویز خطیبی در این تئاترهای معتبر اون زمان از جمله تماشاخانه تهران و تئاتر فرهنگ به سرپرستی عبدالحسین نوشین اجرا می شد و در طول دوران محبوبیت این هنر در سالهای 1322 تا 1327 بیش از 500 ترانه فوکاهی پیشپرده جلوی پرده خوانده شد، نوشته شد توسط پرویز خطیبی و اجرا شد توسط هنرمندانی از جمله جمشید شیبانی، مجید محسنی و عزت‌الله انتظامی. حتی در مقدمه کتاب مجموعه تصنیف‌های فوکاهی که در سال 1325 چاپ شده انتشارات خودکار می‌نویسند، اگر پرویز خطیبی می‌نویسه اگر آرزومند آینده خوبی هستیم باید در بیداری طبقات مختلف اجتماع بکوشیم، چون بیداری آنها تنها کلیدی است که درهای آینده بهتری را به رویمان باز می‌کند. نکته جالب اینجاست که در اون زمان این تصنیف‌ها به صورت یک چهار صفحه‌ای در می‌آمد که من یکی از اونها رو اینجا دارم که اگه بشه، مثل اینکه چون سبز زمینه شما نمی‌تونید ببینید، ولی بذارینم اگه پشتش یک کاغذی بذارم، نه هنوزم نمی‌تونید. به هر حال یکی از این دفترچه‌ها رو من آوردم که در اون زمان این اشعار فوکاهی رو در یک چهار صفحه‌ای دونه 10 شئی می‌فروختن، ولی یه عده زیادی همونطور که بلیط فروشی در ایران رسم بود تو کوچه خیابون‌های محلات مختلف را می‌افتادن و این تصنیف‌ها رو ضمن اینکه اجرا می‌کردن با صدای خودشون می‌خوندن، دونه 10 شئی به این و اون می‌فروختن که این عده مردم رو از فقر و بیکاری نجات داد. این کار آقای دکتر اردشیر صالح‌پور کتابی نوشته که در دانشگاه تهران تدریس میشه. در این کتاب می نویسه که ترانه نمایش های پیشپرده‌خوانی در ایران اسم کتابشه. ضمن اون که پرویز خطیبی رو هنرمندی تمام عیار، بازوق، مبتکر و خلاق و چهره ممتاز هنر پیشپرده سرایی میخونه، می نویسه که این هنر یعنی پیشپرده نویسی بالیده از روح و جان مردم با شاخ و برگ‌های گسترده و برافراشته، قد کشیده و بوستان هنر تئاتر از هیبت و شکوه آن تجلی تازه یافت. خیلی زیبا نوشته. میگه پیدایش هنر پیشپرده‌خوانی بر اساس یک ضرورت فیزیکی صحنه‌ای شکل گرفت تا نمایش اصلی بدون مشکل به حیات خود ادامه دهد و فضای باز سیاسی و استقبال مردم از یک سو و ظرفیت‌های جوهری این هنر از سوی دیگر بود که با کمترین هزینه و حداقل امکانات جریانی تأثیرگذار در تئاتر پدید آورد تا به زبان مردم و برای مردم چون رسانه‌ای زنده سخن بگوید. یعنی این قضیه مال قبل از تلویزیون و رادیو این حرفاست، یادتون باشه، در دهه 20 تا 30 هجری. و در واقع ایشون آقای دکتر صالح‌پور میگه که پیشپرده ها بغض فروخورده ملت را که همواره در گلو مانده بود در آن دوره به صحنه کشاند. خب بعدها برنامه شما رادیو که مبتکر اصلی اون پرویز خطیبی بود و اون نویسنده اغلب اون نمایش ها بود و اغلب اون شخصیت های این برنامه ها هم پرویز خطیبی در واقع پرورانده بود و براشون مطلب می نوشت. این هم تبدیل شده بود به محلی برای انتقاد از مسائل مشکلات روزانه مردم که هفته یه روز در اون زمان که جمعیت ایران 40 میلیون نفر بود، 10 میلیون شنونده داشت رادیو ایران و روزهای صبح جمعه تعداد زیادی شنونده داشت که این تئاترها رو می شنیدن، که شما هم حتما یادتونه. متاسفانه تصویری نداریم ولی صدای این تئاتر رو چند دقیقه‌ش رو با هم گوش می‌کنیم که شما یادآوری بشه براتون و آشنا بشین با تئاترهای کمدی اون زمان. ایوا، خدا مرگم بده، خدا منو بکشه. بچم چی شده که بغلش کردی آوردیش خونه؟ کی چیش نشده خانم، هول نکنی، فقط از حال رفت. از حال رفته؟ بمیرم الهی، حتما از گشنگی از حال رفته بابا جون. قربون دستت، بیرش تو همین سرسرا بیرش. یا الله، ماشاءالله چه بچه وزینی هم داری خانم. این طفل معصوم چند کیلوه؟ بگردم الهی، بچم از بس که هیچی نمیخوره دو پاره استخون شده. دو پاره استخون یا دو پاره گوشت؟ بذارش اینجا بفرم.
بگیرش خانم. عزیزم فلفلی جون چشاتو واکن مادر، منم مامانت. آخه نفسم. چطوره بازوهاشو به مالم ها؟ بازوهاش که طوری نشده خانم، نگاه کنین شکمش باد کرده، عین هوتاب شده. نکنه بچه ما از این زنبور خرمایی ها زده باشه؟ زنبور نه خانم، نه جانم، زنبور سگ کی باشه بتونه بچه عزیز دردونه شما رو بزنه؟ پس چی شده؟ بچه‌م دم صبحی که میرفت مدرسه حالش خوب بود. غلط نکنم قاقالیلیاشو نخورده که از حال رفته. فلفلی جون الهی دورت بگردم. چشاتو واکن مادر. نگاه کن چشمشو وای کرد. چشمشو وای کرد. مامی جانه. جان مامی. مامی به قربونت بره. چت شده عزیزم. الهی درد و بلات بخونه تو کاسه سرم. الهی آمین. ببخشید خانم، خدا نکنه. عزیزم چطور شد که یهو حالت به هم خورد؟ حرف بزن قربونت برم الهی. صبحی که رفتم مدرسه، طولای مدرسه، خب تمامی بیسکویت هامو دونه دونه خوردم. خوب کردی نوشی جونت عزیزم. دم در مدرسه که رسیدم، فرهاد یک پاکت زلزلک دستش بود. خوب پاکت یه زلزلک رو قاب زدم. خوب کردی همشو با حسی خوردم. ماشالله هزار بعدش مامی بگو قربونت برم زنگو بزنن. اون ساندویچ کوفته تبلیزی رو که بلام درست کردی بودی همینطوری مزه مزه کردم. نوش جونت مادر، خوب کردی، خوب کردی. تفی از هشت صبح تا نه صبح که چیزی نداره. خب بعدش چی؟ بعدش چی خوردی قربونت برم؟ بعدی سر صف یه باشکی نوخام هایی رو که دیشب بابا ما خونه همسایه کش رفته بود خوردم. نمیدونم آقا جان، خودت تنهایی خوردی یا به کسی دیگه هم دادی؟ نه بابا قبچی، هم کلاسی هم از نوخامه خوششون نمیاد. آها 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 درست، یادم نبود که بعدشون میاد. یادم الهی دورت بگردم دیگه. تعریف کن مادر جون چی خوردی ها؟ بعدش که رفتیم سال کلاس زنگ اول میگم ما زنگ اول خوش. بله دوستان، من واقعا یاد همه این دوستان هنرمند به خیر، اونایی که درگذشتن روحشون شاد. و همونطور که میدونید من سعی میکنم در این برنامه تقریبا همه چیز مستند باشه و اتفاقا خوشبختانه دسترسی دارم به فیلمی که زنده یاد خسرو پرویزی کارگردان معروف و نقدنویس برجسته سینمای قبل از انقلاب که متاسفانه چندی پیش اینجا درگذشتن، یک فیلم مستند، یک مصاحبه یک ساعته با پرویز خطیبی انجام دادن که درست سه ماه قبل از مرگ پدرم این مصاحبه انجام شد که میریم اینو تماشا میکنیم. خودش گویای بسیاری از مطالب مهمیه که بهتر از زبان خود پرویز خطیبی بشنن. عزیزم پرویز، گذشت زمان عظمت و بزرگی تو را ثابت خواهد کرد.
نبوغ تو را نسل آینده کشف خواهد کرد. تو آینه زمان بودی. تو با اشعارت درون کثیف و لجنزار اجتماع را بررسی می کردی. افتخار می کنم قطره کوچکی در این ماجرا بودم. عزت انتظامی، مهر ماه 51. منظور تهیه و تدوین آرشیو مشاهیر ایران در مهاجرت، روز پنجشنبه 15 اپریل 1993 میلادی در لس آنجلس با پرویز خطیبی، چهره پرآوازه مطبوعات، رادیو، تلویزیون، تئاتر و سینمای وطنمان ایران گفتگویی انجام گرفت. او بخش‌های مهم و برجسته دوران زندگی خود را برای ضبط در تاریخ اجتماعی کشورمان بر زبان آورد. آقای پرویز خطیبی، دوست دیرینه و بسیار عزیز، از اینکه دعوت مرا برای تدوین بیوگرافی خودتون پذیرفتید بسیار سپاسگزارم. برای گشایش این گفتگو بفرمایید در کجا به دنیا آمدید، از چه خانواده هستید، دوران کودکی و تحصیلی رو چگونه گذراندید؟ به چه نحوی در پهنه طنز نویسی، شاعری، روزنامه‌نگاری، فیلمسازی و سایر فعالیت اجتماعی ایران ظهور کردید؟ من در اردیبهشت ماه 1302 در تهران خیابان لاله‌زار متولد شدم. پدرم عباس خطیبی نوری یک تاجر بود. مردی بود در حد خودش سرشناس، میتونم بگم متشخص و میتونم بگم که صدیق و راستگو و درستکار. جد پدری ما مولانا خطیب هنوز هم در نور و کجور مازندران مقبرش هست که زیارتگاه ساکنان اون محل هست. البته او به قراری میگویند که سید بوده و یا نمیدونم شاید هم نبوده، برای من در اونجا هرگز نبودم، من اطلاع درستی ندارم به هر صورت. و اما مادرم فرزند میرزا رضا کرمانی هست، آزادی خواه معروف عصر ناصرالدین شاه، و من تنها پسر خانواده بودم در مقابل 6 دختر. تحصیلات ابتدایی رو در مدرسه امیر مهیزی تهران و بعد در کالج امریکایی تموم کردم. دیپلمه کالج امریکایی هستم. در حقیقت روزی که آمدم به امریکا یک کمی انگلیسی میدونستم، ولی وقتی رسیدم اینجا دیدم نخه، مثل که باید از سر شروع کنم. اون چی که تو مدرسه ما گفتم چیز دیگه بوده، اون چی که اینجا باید حرف بزنیم و بشنویم چیز دیگه است. من از همون دوران جوانی میتونم بگم کلاس 3 و 4 ابتدایی علاقمند به کار روزنامه نویسی بودم. چرا؟ برای اینکه در اون دوران روزنامه فکاهی به نام روزنامه امید چاپ میشد و من روزها خونم تو لاله‌زار بود. وقتی که میامدم از مدرسه به خونه برم، میشنیدم که روزنامه فروش میگه اطلاعات و امید، ایران و اقدام. من میخواستم بدونم که این امید چی هست. یک روز یک شماره امید گرفتم، یادم زمستون سختی هم بود، برف شدیدی هم میامد، رفتم زیر کرسی شروع کردم به خوندن. کلاس 4 ابتدایی بودم. خیلی لذت بردم از مقالات این روزنامه. البته به درستی نمیتونستم بخونم، نمیدار احتیاج به تعمق داشتم، یه مقدار بود از خواهر بزرگم معنی کلمات رو میپرسیدم. به هر حال خوشم آمد و مرتب این روزنامه رو میخریدم. چندین سال گذشت تا بالاخره من به کلاس 7 رسیدم. بعد در اون موقع روزنامه امید تعطیل شده بود و به جاش روزنامه توفیق به مدیریت مرحوم حسین توفیق به صورت فکاهی منتشر بشد. یه روزی با خودم فکر کردم که اگر من شعری بسازم و برای این روزنامه بفرستم آیا چاپ خواهد شد؟
با ناامیدی شعری ساختن تضمین این بود از غزل حافظ که مطلعش این است که قصه بیمغز باز آید ز سمنان غم مخور می شود از قم نمایان روی سوهان غم مخور. خب این شعر رو من با پست فرستادم برای روزنامه توفیق و هفته بعد با کمال تعجب دیدم که بله این شعر چاپ شد. نتیجتاً تشویق شدم و چندین شعر دیگه و همراه با چند کاریکاتور که خودم میکشیدم اوائل فرستادم برای توفیق، باز دیدم که اینها هم چاپ شد. تا بالاخره یک روزی که خودم سوار دوچرخه بودم رفتم به سنگلج دفتر روزنامه توفیق که این پاکت مطالب رو بندازم علای در، تو یک مرتبه در باز شد. حسین توفیق یه پیرمردی بود با موی سفید و قد کوتاه دست من گرفت، آقا بیا تو بیا تو. ما رفتیم تو، بعد گفت آقا شما فلانی نیستی؟ بودم چرا؟ گفت چرا خودتو ما نشون نمیدیم، ما میخوام ببینیم این کسی که اینا رو میسازه کیه. گفتم والا من آخه شاگرد مدرسه هستم و خجالت میکشیدم. گفتم خجالت نداره، شما بهتر که فردا میاد در جلسه توفیق و با نویسندگان ما آشنا میشید. من فرداش که چهارشنبه بود به جلسه توفیق رفتم، دیدم کوچکترین آدمی که اونجا هست سنش 22 ساله که اون شادروان ابوالقاسم حالت بود، من اون موقع 13-14 سالم بیشتر نبود. به هر حال از اونجا علاقمند شدم به این کار و ندیشتن در 1319 یا 20 فکر کنم اوایل 20 بود اولین تصویر فکاهی رو به نام دیشب تو لاله‌زار می‌رفتم از کنار برای مجید محسنی ساختم که مجید محسنی جلوی پرده خوند و خیلی سوکسه پیدا کرد. میشه حالا یه مقدار از اون شعر رو اینجا بیادگار برای ما بخونیم؟ یادم نمیاد که خیلیش رو بخونم برای تو، ولی تیکش رو، این آهنگش هم آهنگ خارجی بود که میگه دیشب تو لاله‌زار می‌رفتم از کنار دیدم مادمازل شیکی موهای اوفری اطواری و غری لبهای سر تا سر ماتیکی تا که او را دیدم به خودم لرزیدم دا 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 یه هم چیزی دیگه یادم نمیاد. به هر حال مجید محسنی خیلی خوب از عهده این کار برآمد و نتیجتاً پس از مدتی خیلی کوتاه پیش پرده شد یکی از لوازم کار تئاتر، یعنی در فاصله دو پرده چون دکورها عوض میشد و لباس و گریم مردم خسته میشدن، این کار پیش پرده خونی شده بود یک وسیله برای که مردم خسته نشن و هر وقت که پیش پرده ای ما داشتیم در تئاتر جمعیت بیشتری اومدن برای تماشا، به خصوص که رفته رفته یعنی بعد از شهریور 20 ما شروع کردیم به ساختن پیش پرده های سیاسی که من یادم هست که در دوران حکومت قوام سلطنه 1325 من یک شعری در ذم قوام سلطنه ساختم روی صحنه خونده شد در مورد وکلای مجلس که دائم با هم دعوا میکردن و سر کول هم میزدن شعری ساختم که همین جمشید شهبانی خون نمونهشو میتونین الان؟ برای یکیش همین بود، برای اون وکلا بهم میگفت کراشیم بابا کراشیم بابا کراشیم وکیلان را بگیرید از هم جدا گوشید این چه شعریست این چه وزید الهی یک دفعه از هم سواشید یه هم چیزایی. و اتفاقا بر اساس همین شعر بود که وقتی جمشید چوبانی رو خوند وکلای مجلس اعتراض کردن به نخست وزیر وقت و نخست وزیر و احمد دهقان که مدیر مجله تهران مصور هم بود و ضمن تئاتر تهران رو هم اداره میکرد، اخطار کردن که بایستی جلوی این پیش پرده رو بگیرید، ولی او گوش نکرد و ما این پیش پرده رو ادامه دادیم مدت تا و جمعیت زیادی آمده. همچنین در مسئله آذربایجان پس از اینکه پیشوری و غلام یحیی به شوروی فرار کردن، من دو پیشبرده ساختم به نام غلام یحیی و پیشوری که پیشوری رو عزت‌الله انتظامی خوند و غلام یحیی رو مرتضی احمدی. برای دیدن این دو پیشبرده باور کنید که از اصفهان و شیراز و رشت و سایر شهرها مردم به تهران می اومدن. اون موقع هنوز تلویزیونی نبود، هنوز رادیو اونقدر وسعت نداشت که صدای ما رو به تمام ایران برسونه، در نتیجه تئاتر خیلی بازارش گرم بود. من در روی صحنه تئاتر هم خیلی نمایشنامه های بردم، نمایشنامه فراوانی با شرکت هنرمند معروف کمدین اصغر تفکری، عبدالله محمدی، فضل الله بایگان و شادروان پرخیده و خیلی از کسان دیگه و همچنین تعداد زیادی نمایشنامه نوشتم برای رادیو که مدت 34 سالی که در رادیو بودم فکر کنم بیش از 4000 نمایشنامه برای رادیو ساخته باشم و نوشته باشم. همچنین داستان‌های شبی که در رادیو اجرا می‌شد
و همچنین برنامه گفتنی ها، برنامه همه روز همین ساعت همینجا برای اربابی و مانی و چندی برنامه دیگه که الان یادم نیست. بی مناسبت نیست گوشه چشمی به فعالیت های سیاسی شما بندازیم. در دوران حکومت دکتر مصدق و اوج فعالیت های جبهه ملی و حزب توده چنین به نظر می رسید که شما به سیاست چپ تمایل مخصوصی داشتید و بر همین مبنا حکومت شاه رو در روزنامه فکاهی حاجی بابای خودتان در اون زمان مورد انتقاد تند قرار می دادید. حتی به همراه جوانان حزب توده به فستیوال کمونیستی بخارست به شوروی رفتید. در دوران نوجوانی خوب به یاد دارم که شما در بازگشت از فستیوال بخارست دستگیر و زندانی شدید. عرض کنم که اینکه فرمودید چپگرایی، من اصولا توضیح بدم بهتون، هر نویسندی که کارش کار انتقاد باشه و بخواد که از جامعه خودش انتقاد بکنه به طبع این چپگراست، چپروه، چرا که خلاف مسیر شنا میکنه. من تا الان که در خدمت شما هستم و الحمدلله اینجا یک کشوری است که امن هست و من نه شمشیر حکومتی رو بالای سرم میبینم که مجبور باشم حرفی رو بزنم یا نزنم و نه اینکه در سن و سالی هستم که بخوام دروغ بگم، من هرگز عضو هیچ حزبی نبودم و نیستم، هرگز عضو حزب توده و یا امثالمون نبودم، هرگز حتی در حزب رستاخیز که شاه گفته بود اگر کسی اسم ننویسه پاسپورتشو بگیر از ایران بره بیرون هم اسم ننوشتم. بنابراین اگر من به چپ روی متهم میشم، یک به خاطر این است که مطالب من انتقادی است، تند بر علیه دستگاه، بر علیه افرادی است که مملکت رو به این روز انداختن، هنوز هم من بر علیه اونا هستم، هنوز هم بر علیه اونا قدم میزنم. دو به خاطر اینکه من دوستان زیادی در حزب توده داشتم، اسم میبرم هنرمندانی چون حسین خیرخواه، چون خاشه، چون اکبر مشکین، چون نصرت کریمی مثل محمد علی جعفری و و و کسان دیگه. خب اینا دوستان من بودن، به طب من آمده رفت هایی در حزب توده داشتم، با احسان طبری هم دوست بودم و با دکتر کشاورز هم همینطور و بیشتر با تقی فداکار که بعدها کنار نشست از حزب توده و اعلامیه بر علیه اونا صادر کرد و به اصطلاح پته حزب توده رو آب دو. روی هم رفته من با تز حزب توده مخالف نبودم. تز حزب توده چه بود؟ فرهنگ و نان و بهداشت برای همه. این همون چیزی بود که سالها بعد شاه این رو پیشنهاد کرد در انقلاب سفید خودش، که باز هم من با اون تز مخالف نبودم، اما دیدیم که در عمل موفق نشدن، به خاطر اینکه خیلی عجولانه بود، به خاطر اینکه مهرها پیچ و مهرها زنگ زده بودن، به خاطر اینکه وسایل و ابزار کار رو نداشتن و به هزار یک دلیل دیگر به هر حال موفقیتی در اون کار نبود. بنابراین من فکر کنم هنوز هم که من قلم روی کاغذ میذارم اگر بخوام یک چیز انتقادی بنویسم، کسانی که مرا نشناسن فکر کنن که من یک نویسنده چپی هستم، چون هیچ وقت برای نوشتن ملاحظه ای نداشتم. ملاحظات در صورتی هست که شما از محلی ارتزاق بکنید، از کسی شما رو حمایت بکنه از نظر مادی یا معنوی. من شخصا یک آدم ملی بودم و هستم. من از 1327-28 که جبهه ملی تشکیل شد، یکی از اعضا و افراد هواخواه و دوستدار جبهه ملی بودم، در کنار حسین مکی، در کنار مظفر بقایی و در کنار میر اشرافی که اونها اون زمان همه در جبهه ملی بودند، ولی خب بعدها کنار نشستند. بعد روزنامه من شاهد هست که من طرفدار دکتر مصدق بودم، هستم و خواهم بود، برای اینکه تز این مرد تزی بود که بی سابقه بود، مردی بود که چشم داشتی به مال دنیا نداشت، مردی بود که احتیاجی به مقام نداشت، مردی بود که در اون سن و سال نمیخواست که خودنمایی بکنه. به هر حال این جواب اون سوالی بود که جناب عالی کرد. بله، فیلم بسیار جالبی، مدتش یک ساعته و متاسفانه آقای خسرو پرویزی هیچ وقت فرصت اون رو پیدا نکردن که اینها رو کلاسه کنن و منتشر کنن و من
با اجازه خود خانوادهشون اینو پخش کردم یه مقدارشو. و اما پرویز خطیبی در سال 57 در آمریکا بود که دولت دکتر شاپور بختیار در ایران تشکیل شد و آزادی روزنامه ها به ایران بازگشت. او در اون زمان به ایران برگشت تا روزنامه توقیف شده حاجی بابا رو از دوران 28 مرداد 32 رو یک بار دیگه منتشر کنه. پرویز خطیبی در مصاحبه که با روزنامه نگار ارزنده آقای کیخسرو بهروزی داشته در یکی از نشریات چاپ لس آنجلس میگه 4 اردیبهشت 1358 روزنامه حاجی بابا با تیراژ 100 هزار نسخه به چاپ رسید و فوراً نایاب شد. مردم ولای عجیبی برای خواندن نشریات پیدا کردن. این مال قبل بعد از انقلابه. متاسفانه این دوره خیلی کوتاه بود و تنها پس از انتشار 16 شماره حمله چماقداران شروع شد و هر روز ما را تهدید می کردن. خمینی در یکی از نطقهایش گفته بود من آنقدر می خواهم آزادی باشد که اگر من روزی پایم را کج گذاشتم به من بگویند تو پایت را کج گذاشتی. من کاریکاتوری کشیدم، یعنی پرویز خطیبی کاریکاتوری می کشه بدون بدن. شلواری بود با یک جفت گیوه و پاها به طرف هم کج شده بود. زیر آن نوشتم این پا کجه؟ کی میگه کجه؟ به هر حال روز 28 مرداد 1358 مقارن با 28 مرداد 1332 که حاجی بابا در رژیم گذشته توقیف شده بود، دستور توقیف پرویز خطیبی و روزنامه در جمهوری اسلامی صادر شد. او هم با اسم اصلی خودش که محمد جعفر خطیبی نوری باشه، با این اسم با ایر فرانس شبانه از ایران خارج شد و بالاخره به نیویورک آمد تا حاجی بابا رو در غربت منتشر کنه. ایشون میگه که با تمام مشکلات چاپخانه، صفحه بندی و تهیه مطالب، 38,000 دلار از سرمایه شخصی خودش رو در روزنامه حاجی بابا در سالهای 58 و 59 60 به مدت 3 سال گذاشت. ولی میگه که خوشحالم آنچه که دلم میخواست را نوشتم و آنچه را که باید میگفتم را گفتم. علت توقف چاپ این روزنامه‌ام در نیویورک این بود که پرویز خطیبی میگه ناگهان در لس آنجلس دوستان نشریات رایگان منتشر کردند. توضیحی که نشریات خبری و آگهی نامه‌ها میتوانند به طور رایگان منتشر بشوند. چرا؟ چون اخبار را از رادیوها و منابع خبری میگیرند و یکی دو کتاب داستان مردم پسندم به عنوان پاورقی در لابلای آگهی‌ها و خبرها میگذرم و مردمم از یک نشریه رایگان بیشتر از این توقع ندارن. ولی از قرار معلوم یک نشریه فرهنگی به طنز با تمام جزئیاتش از اول درست بشه، کاریکاتوراش کشیده بشه و این چیزی نیست که بشه بدون مخارج و هزینه انجام بشه. اینه که پایان کار روزنامه حاجی بابا در واقع پایان کار پرویز خطیبی نبود و او همینطور به کارهاش ادامه داد. و اجازه بدین ببینیم که کار بعدیش یک سری نوار بود به اسم قصه ملا خورون، خلیفه جمارون، ملا کشون و بالاتر از خطر. اینها البته در اون زمان به اسم گروه پیکا بیرون آمدن، چون زمانی بود که کسی جرئت نمیکرد بگه بالای چشم خمینی ابروه و در این شرایط بود که پرویز خطیبی این نوارها رو بیرون داد. به یه قطعه کوتاه از ملا خورون توجه کنین چون وقت برنامه زیاد نیست و ما چیزای دیگه هم داریم که میخوایم راجبش صحبت کنیم. بله، اینجوری ها بود که شیشه شکست و عصر طلایی تاریخ ما شروع شد، عصری که قرار بود از حمله مغول‌ها و حمله اعراب هم جلوتر بره و رکورد همه رو بشکنه. اونم کجا؟ تو فرق سر ملت ایران. تازه اینجاها بود که یه سوالاتی برای ما پیش اومد که آقایی به نام آخوند کیه؟ دیشب هر شب در خونه باشد یک دونه آخوند مهمون ما شد، یک اون خودشو اونجا بلو کرد، از خوردنی ها هیچی نمون، همه رو چپ و کرد، حلوا رو که خورد میل پلو کرد. ملا ملا ملایی که جایی گرم پشتش، ریشه همه رو داره تو مشتش، امشی بیارین پایت کشتش، امشی بیارین پایت کشتش. نفهمیدم باشی، هنوز نامده شده.
و اما در صحرای کربلا زیر سانشاین داغ مستر شمر آمد به میدان، خطاب به مستر عبازر گفت: عبازر، I am going to kill you. آرام باجی. مستر عبازر اسمایل کرد، جواب داد: اوه come on, take it easy مستر شمر, get out of here. آخ روی گفت: من با این دوتا آیز خودم دیدم که مستر شمر شمشیر خودشو شارب کرد و گذاشت روی هد مستر عبازر. بعد اسکریم زد که Are you ready برای شهادت یا نو؟ دوستان این تیکه های کوتاه رو ما نشون میدیم، ولی شما میتونید در اینترنت کل این فیلم رو تماشا کنید که مدتش یک ساعته به اسم سمولا. و اما بعد از این چاپ این نوارها پرویز خطیبی تصمیم گرفت که بیاد به لس آنجلس و تئاتر بذاره، و تئاتری که برای اولین بار در دوران رکود تئاتری که در بعد از آمدن هنرمندان بزرگ تئاتر البته به شهر لس آنجلس، کسی بیشتر از 200 نفر به تئاتر نمی رفت، تا اینکه عروسی ایران خانوم تونست شبی 800 نفر رو به مدت 40 شب به سالن های تئاتر بکشه. اجازه بدین یه تیکه از این فیلم هم با هم تماشا کنیم. عروسی ایران خانوم هم از طریق شرکت ترانه دیویدیش وجود داره، اگه دوست داشتین میتونین بخرین برای کل تئاتر رو تماشا کنین. عروسی ایران خانوم، پرویز خطیب. به من گفت محمد آقا لخت و اور شو، به هرچی چادر و چاکچور دور شو، تو میگی بپرم ما تو یکیسه، زکیسه آی زکیسه آی زکیسه، زکیسه آی زکیسه آی زکیسه. وقتی که عاشقم شدی گفته بودی و شرفه بودی، لفظ فلات بشم منو فقط به من گفته بودی، بلبل زبونید گلم زد آتیش به این دلم زد، دیدی با دلم چی کردی، باری کلا خیلی مردی، باری کلا خیلی مردی. آتیش به این دلم زد، دیدی با دلم چه کردی، راستی راستی خیلی مردی، راستی راستی خیلی مردی. بله متاسفانه وقت کمه و هنوز مقدار زیادی برنامه باقیه. یکی از خب میدونیم پرویز خطیبی در ترانه سرایی هم دست داشت، و ترانه معروف بردی از یادم با صدای خانم دلکش، شعرش مال پرویز خطیبیه، ملودی آهنگش مال خانم دلکشه. اینو شاید خیلی ها بدونن، شاید هم ندونن، ولی خیلی ها نمیدونن که شعر ترانه تولدت مبارک، ترانه ای که ما ایرانی ها تا اون موقعی که این شعر ساخته شد آهنگ تولدت مبارک آمریکایی رو میخوندیم. بنابراین اینم شعرشو پرویز خطیبی گفته. نمیدونم اگه لازم باشه که پخش کنیم یا نه، ولی همه میدونن. خب یه دقیقه از اینم پخش میکنیم که شما یاداوریش بشه که میگن میشه. آقای آریا گفتن دستور دادن، گفتن خوبه. اوکی. به شمع ها نگاه کن، به گل ها و به خنده های شیرینی که به خاطر تو به لب ها نشسته. به این ترانه گوش کن که ترانه ایست
از سرزمین تو و برای تولد تو. تولدت مبارک. بله دوستان، این خشخش میکرم، من درش آوردم، اگه تعجب نکنین یهو من گردنبند ندارم، دلیلش اینه. و اما اجازه بدین یک آهنگ بسیار زیبای دیگه از پرویز خطیبی، یکی از ترانه هایی که بازم شاید شما ندونین شعرش مال پرویز خطیبیه، با خوانندگی امل سایان و موسیقی آقای انوشیروان روحانی. به خدا دنیا وفا نداره عزیز جون، به خدا دل شده پاره پاره عزیز جون، نکنه جدا بشیم دوباره عزیز جون، خدا اون روزو نیاره عزیز جون، خدا اون روزو نیاره. عزیز جون نکنه سر به سرم نزشتی عزیز جون، دل من از تو جدا نمیشه عزیز جون، به خدا دوست دارم همیشه با عزیز جون، به خدا دنیا وفا نداره عزیز جون، به خدا دل شده پاره پاره عزیز جون، نکنه جدا بشیم دوباره عزیز جون، خدا اون روز نیاره عزیز جون، خدا اون روز نیاره. خب دوستان، این ترانه خیلی قشنگی است، ولی جای بردی از یادمو نمیگیره. اینی که دوستان در اتاق فرمان گفتن حتما بردی از یادم هم بذارین یه پخشش کنیم، با هم گوش میکنیم. بردی از یادم با شعر پرویز خطیب.
تو دادم در دام افتادم از غم آزادم سوزه نگاهت هنوز چشم من باشد به راحت هنوز چه شدم همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن بله، اجازه بدین به پایان برنامه امروز رسیدیم. من با جمله‌ای که عزت‌الله انتظامی در یادداشتی که در پایین کتاب پرویز خطیبی نوشت این برنامه رو به پایان میبرم. میگه که عزیزم پرویز، البته قبلا هم صحبت شد، ولی گذشت زمان عظمت و بزرگی تو را ثابت خواهد کرد، نبوغ تو را نسل آینده کشف خواهد کرد. تو آینه زمان بودی، تو با اشعارت درون کثیف و لجنزار اجتماع را بررسی می کردی. افتخار می کنم که قطره کوچکی در این ماجرا بودم. با ترانه عاشق و شیدامن از خانم مرضیه با آهنگ علی تجویدی، شعر پرویز خطیبی برنامه این هفته رو به پایان می رسیم. خدا نگه. دل من نشاندی کارم.
طرفت بگرفتم شاهد جان زلبت نچشندی مسئولیت برنامه‌های ارائه شده و تبلیغاتی که از تلویزیون عصر امروز پخش می‌شود به عهده برنامه‌سازان و صاحبان آگهی است و این تلویزیون هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه نمی‌پذیرد. Hope for you. برنامه هفتگی روزهای پنجشنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با ناهید و هوشنگ. Real estate loan, settlement short sale, direct sale, credit card settlement. درود فروان خدمت بینندگان محترم تلویزیون عصر امروز، امیدوارم حال همه شما عزیزانم خوب باشه در این روزهای تابستانی که البته در کالیفرنیا زیاد منطقه به خصوص اورنج کانتی اینقدر گرم نیست. به هر حال حال همه شما عزیزانم